سلام به هنرجوهای عزیز، امروز طرح پارچه رو میخواییم با همدیگه سایه بزنیم که با همدیگه پیش میریم. من ابتدا میام یه طرح پارچه رو اینجا میزنم. پارچه رو میتونین یه پارچه سفید رو آویزون کنین که خودتون طرح بزنین، یا اینکه طرحش رو طرح پارچه هست که بخوایی سایه بزنین، من هم براتون ترشو میذارم که اگه خواستین ببینین از روش سایه بزنید. یه سری برجستگی تو رفتگی های پارچه هست که خیلی مهمه. حالا من یه تیکه هایش رو براتون سایه میزنم که ببینیم برجستگی و تو رفتگی رو چجوری نشون میده. خب این قسمت هم بکشین. یه تیکه از پارچه که حالت تو رفتگی و برجستگی داشته باشه. این قسمت بالا. پارچه ادامه داره ولی تا همین حدش که بتونیم ببینیم برجستگی و تو رفتگیش به چه صورت است. خب اولی کاری که میکنیم برای پارچه باید بدونین اینه که سایه پارچه دو مدل، دو تا حالت داره. یه حالتش اینه که پارچه روی پارچه میفته، یه حالت دیگه اینجوری هست که یه تای کمی وسط پارچه داریم، یعنی اینجوری نیست که به این عنوان مثلا تا رو پارچه افتاده باشه، یه تاهای خیلی کم وسط داریم. حالا میزنیم با هم دیگه متوجه میشیم. ببینید مثلا این قسمت من میخوام بالاتر نشون میدم و این قسمت زیر رو تیره تر. شما کلن قسمت هایی که میخواین برجسته روشن باشه رو برجسته نشون میدیم، باشه قسمت هایی که میخواییم برجسته باشه رو روشن نشون میدیم، قسمت هایی که میخواییم تو رفته باشه رو چیکار میکنیم؟ تیره نشون میدیم. من الان میخوام این قسمت تو رفته باشه، این قسمت برجسته باشه. میام شروع میکنم این قسمتی که میخوام زیر تر باشه سایه میزنم. و بعد محوش میزنم. قسمت رو روشن میمونه و برجسته تریده میشه. یه سایه یه خط داریم که به یه سمت محو میشه، این یه حالت سایه زدنشه. یه حالت سایه زدنش گفتیم یه چوکای وسط پارچه میفته که اینو تیرگی وسط رو میزنیم، ولی تفاوتش اینه که این از هر طرف محو میشه. پس این قسمت زیر یه خط میفته از یه سمت محو میشه، قسمت هایی که وسط پارچه هست از هر طرفش باید محو شه. فقط تو رفتگی رو با تیره نشون میدیم. مثلا برای این قسمت دوباره این برجسته است، این تو رفته است. یعنی تمام جنسیت هایی که شما سایه میزنین تمامش بستگی داره که نور و تیرگی رو به خوبی ببینین که بتونین تشخیص بدین تو رفته هست یا برجسته. این سایه این سمتی مونه، یک خط هست که به سمت زرد قسمتی که میخواد زیر نشون بده میاد سایه میشه، محو میشه. تیرگی بیشتر این قسمت رو میبینم میزنم. ببینین الان تو فیلم مشخصه که این یه تیکه کاملا داره جدا میشه از زمینش. زیرش هم بزنم که ببینین. دوباره قسمت زیرش هم یه خطه که به سمت پایین سایه میشه. سایه‌ای که وسط قرار میگیره از هر سمت محو میشه و از هر جهت هم داریم سایه میزنیم. تو بعضی از موارد میتونی شما سایه ها رو جهت دار بزنید. مثلا من الان میخوام یه حجمی به این قسمته بدم،
یه خط اضافه این وسط داریم پاکش کنیم، جهت دارش میکنیم. یعنی بعد از اینکه شما سایه هاتون رو زدیم، حجماتون رو در آوردیم، مرحله آخرش یکم میایم حالت نیم دایره ای میزنیم. همین نیم دایره ای باعث میشه یه حجم این قسمت کارم به وجود بیاد. پس میتونید بعد از اینکه سایه ها حجم ها در آوردیم، سایه های جهت دارم استفاده کنیم. یه مقدار این پایینش چین و چروک داره که من این چین و چروک هارم با تیرگی مشخصش میکنم. خب دوباره این قسمت پایینه اینو میخوام برجسته نشون بدم. قسمت های بغلش رو تیره میکنم. و چون خیلی تا هم نیست این قسمته، نه بیشتر محفش میکنم. این طرف یه خط تیره دارم که دوباره محوش میکنم. این قسمت رو هست، روی کاره. این قسمت زیر میخوام نشون بدم. اونی که میخواد زیر تر باشد میاد سایه تیرش میکنم و این پیچشه که اینجا میخواد برگرده، این قسمت هم تیره میشه. ببین تو این قسمت ها قشنگ مرز رو میندازیم ولی از یه سمتش محوش میکنیم. خب این لبه های پارچم شبیه دوخت هست. شما میتونید شبیه دوخت درش بیارید. یعنی نگاه کنید با فاصله یه سری چین ها رو در میارید. این قسمت هایی که تیرش میکنم گود میشه، قسمت های برجستش هم که روشن. این حالت دوخت رو میتونید روش داشته باشید. بعد یکم هم دست انداز کوچولو روی لبه ها باعث میشه که همین دوخت چینچینی رو به ما نشون بده. به این صورت اینجا شب میزنم. یکم هم روی این قسمت های بالا دوختی داریم. یه برمیگردیم قسمت جزئیات و ضعیف کاری هاشو انجام میدیم. خب حالا برای اینکه پارچه‌مون به خوبی خودشو نشون بده، یه کار دیگه هم میتونیم انجام بدیم. یه کار دیگه همون اینه که شما دور پارچه‌تون رو میان تیره میکنیم. وقتی پارچه دورش تیره بشه، هم سفیدی خودشو نشون میده، هم که نشون میده که مثلا رنگ پارچه روشن‌تر از زمینه بوده. با هاشونش هم که کل حجمش در میاد. این حجمش رو میتونیم نشون بدیم. با هاشون زدن مشخصش. قشنگ حجم پارچه در میاد. شما وقتی کلی دارین به طرحتون نگاه میکنین، اولش ممکنه خیلی سخت به نظر برسه، ولی وقتی تکه تکه کار کنین و جز جز بیان جلو، خیلی کارتون راحت تر میشه. پس یه دفعه ای نترسین که واه چقدر سایه سختیه. همون تکه تکه که کار کنین، نور و تیرگی رو کم کم ببینین بیان جلو، کار
کارش خودش درست میشه. نهج به آخر شب یه سری نیم دایره زدیم. بعضی از پارچه ها تار و پودش خیلی بیشتر مشخصه. شما میتونین علاوه بر سایه‌ای که حالا خیلی محو میزنین و صاف و یک دست میزنین ساخت و ساز میکنین، یه سری خط هم توی کارتون داشته باشین. یعنی مثلا ببینین میتونین بزنین یکم واضح‌تر این تار و پودا مشخص بشه. اینم از این قسمتش. بازم ادامه بدین بقیهش رو سایه بزنین. امیدوارم که براتون مفید باشه و بتونین استفاده کنین و یه سایه پارچه رو بتونین کار کنین.